کلاسیا سلام، ولنتاینتون مبارک. به خاطر یکی از عاشقان ترین روزای سال، یکی از عاشقان ترین فیلم ها رو آوردم که حتما باید با عشقتون ببینید. خب نه، نبینید. فیلم The Invitation محصول سال 2014 از خفن ترین های سبک وحشت تریلر آمریکاست. بریم که با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامل و صحنه های حال به همزن و خشنشم باشه. با شروع فیلم مردی به اسم ویل رو میبینیم که همراه دوست دخترش که متاسفانه اسمش کیراه دارن میرن به یه مهمونی شام توی خونه یه همسر سابق ویل که بهش دعوت شدن. اسم همسر سابقش هم ایدنه و الان با مردی به نام دیوید ازدواج کرده و حالا یه دور همی گرفتن که این دو نفرم بهش دعوتن. وسط راه ویل یه دفعه به کایوتی میزنه و وقتی پیاده میشه میفهمه هنوز زنده است و مجبور میشه که کارشو تموم بکنه. بالاخره میرسن و از همون اول ویل یه سری توهم از یه پسر بچه به نام تای میزنه که هنوز نمیدونیم چه ارتباطی با داستان داره. همینطور با دوستشون تامی و دوست پسرش میگل، پسری به اسم بن، همینطور دختری به نام کلر و دختر دیگه به نام جینا که میگه دوست پسر به اسم چوی داره و هنوز نرسیده هم سلام علیکم میکنن. بالاخره همسر سابق ویل یعنی ایدن به همراه همسر جدیدش دیوید هم سر میرسن و برخلاف چیزی که همه تصور میکردن خیلی گرم هم در آغوش میگیرن. بالاخره دیگه مهمونی شروع میشه و همه به خاطر اینکه این همه مدت از هم دور بودن کلی دارن با هم حرف میزنن و درد و دل میکنن. یه دفعه ویل متوجه یه دختری میشه که ته خونه است و اول خیلی میترسه، ولی وقتی که ایدن و دیوید توضیح میدن که دوست جدیدشون رو با هم توی مکزیک آشنا شدن خیالش راحت میشه و میره توی آشپزخونه. با تعجب توی آشپزخونه متوجه نرده های جدیدی میشه که به پنجره نصب شده و وقتی که ایدن هم میاد داخل ازش راجبشون سوال میکنه. ایدن هم میگه اصلا چیز مهمی نیست و یه رفعه ویل یه خاطره یادش میاد. متوجه میشیم توی زندگی مشترکشون با هم اصلا ایدن آدم خوشحالی نبود و خیلی افسرده بود و حتی رگ خودش رو داشته میزده. ویل یه رفعه از همسر سابقش میپرسه چی شد که یه رفعه اون همه افسردگیت حل شد و الان انقدر خوشحالی و همش میخندی؟ اونم جواب میده من فهمیدم باید از زندگیم لذت ببرم و یاد گرفتمش، تو هم میتونی این کارو انجام بدی. اینجا یه رفعه دوستشون بن میاد توی آشپزخونه و متوجه حرفاشون میشه، میپره وسط و میگه ویل نمیتونه به این راحتی خوشحال بشه، چجوری میتونه اون چیزایی که اتفاق افتاده بوده فراموش بکنه. ایدن یه رفعه بدون هیچ حرفی میزنه زیر گوش بن. بن و ویل هم از این رفتار پشماشون میریزه، ولی ایدن هیچ توضیحی نمیده و میریم به سکانس بعد، جایی که بیرون اتاق مرد دیگه به اسم پروید سر میرسه و میفهمیم اونم یکی از دوستای دیوید و ایدن. بقیه تعجب کردن که چرا توی دور همی خودشون اینا رو دعوت کردن، ولی هیچ کس اعتراضی نمیکنه. جینا هم همچنان دنبال اینه که بفهمه چرا دوست پسر چوی هنوز نرسیده و هر جای خونه میخواد بهش زنگ بزنه میفهمه هیچ جا آنتن نداره. ویل هم که مشخص از وقتی اون خاطره یادش اومده خیلی به هم ریخته و هنوز نتونسته با دردش توی این خونه کنار بیاد و نمیدونیم چرا انقدر ناراحته، متوجه میشه که دیوید یه دفعه میره در خونه رو قفل میکنه. برای همینم سریع ازش بلند میپرسه چرا داری درو قفل میکنی؟ اونم که دیگه میفهمه اوضاع به هم ریخته بدون اینکه توضیح بده میگه بیا کلیدو میکنم تو در، خیالت راحت بشه و همین کارو انجام میده. ویل هم که خیلی عصبی شده و نمیفهمه چه خبره میگه من میرم بیرون برای شومینه چوب بیارم. وقتی که میره بیرون یه دفعه از پنجره ایدن رو میبینه که میره توی اتاق خوابش، توی کشوی کنار تختش یه چیزی میذاره. یواشکی میاد داخل خونه و وقتی میره اونجا میبینه توی کشو یه بسته است که روش نوشته قرص اعصاب. ویل همچنان شک داره و یه دونه قرصا رو برمی‌داره که برام بفهمه چیه. همین لحظه دیوید میاد تو. ویل سری بحث میپیچونه که بهش شک نکنه، ولی دیوید بدون هیچ حرفی میگه بیا توی پذیرایی که منتظرت و کارت داره. یه دفعه ویل یه خاطره دیگه از پسر بچه‌ای که اسمش تای بود یادش میاد. حالا میفهمیم این پسر بچه بچه خودش و ایدن بوده و همچنان نمیدونیم چه بلایی سرش اومده. ویل بالاخره میره به پذیرایی و میبینه که همه دور هم جمع شدن. دیوید و ایدن شروع به صحبت میکنن و میگن ما توی سفرمون به مکزیک با گروهی به نام The Invitation یا دعوتنامه آشنا شدیم. گروهی که همشون یه نفر از دست داده بودن و کنار هم جمع شده بودن تا حال همو خوب کنن. بعدم شروع میکنن به پخش یه ویدیو از همین گروه. این گروه یه فرقه بزرگه که رهبرش هم یه نفر به نام دکتر جوزف. دکتر جوزف شروع میکنه به حرف زدن از اینکه چه جوری باید با غم از دست دادن دیگران کنار بیایید. یه دفعه یه زنی رو نشون میده که روی تخت دراز کشیده و از سرطان داره میمیره. یه رفعه یه زن جونش رو از دست میده در حالی که دکتر جوزف کنارشه. بقیه از دیدن این صحنه خیلی به هم میریزن چون مردن یه نفر رو دیدن، ولی دکتر جوزف میگه حالا این زن الان یه جایی رفته که خیلی بهتره. فیلمشون تموم میشه و حالا این دیویده که شروع به صحبت میکنه. اون میگه بعضیا هستن که توی این دنیا اصلا حالشون خوب نیست و واقعا بعد مرگ جای خیلی بهتر میرن. حالا شروع میکنه به پرسیدن سوال از تای یا همون پسر ویل. ویل خیلی ناراحت میشه، اصلا نمیخواد راجع بهش صحبت بکنه، ولی اون همچنان سوالاشو ادامه میده. ایدن یه دفعه میپره وسط حرفشون و میگه من از وقتی عضو این گروه شدم خیلی حالم بهتر شده و تونستم با غم پسرمون کنار بیام. ویل با عصبانیت میگه چجوری تونستی انقدر راحت بچه‌ای که همه زندگیمون بود و فراموش بکنی؟ و با عصبانیت میره توی آشپزخونه. دوستشون میگل هم میره دنبالش تا آرومش کنه، اما ویل میگه غیر ممکنه ایدن انقدر عوض شده باشه، من مطمئنم اینجوری مشکلی هست چون اصلا ایدن حالش خوب نیست. اگه انقدر حالش خوبه چرا توی کشوش هنوز قرص اعصاب داره؟
میگلم میگه تو الان فقط عصبانی به خاطر بچه‌تون، بیا آروم باش، اون واقعا با زندگیش کنار اومده، باید بریم از این مهمونی لذت ببریم. ویلم برمیگرده بیرون، اما حالا همه یه جورای ناراحتن و خیلی فضای بدی پیش اومده. دیوید شروع می‌کنه معذرت‌خواهی و میگه ببخشید به خاطر اصرار من بود و بهش مشروب میده. بعدم میگه که بیاد یه بازی بکنیم که قبلا توی مکزیک ما بازی می‌کردیم، بازی به اسم من می‌خوام. دوست این دو نفر یعنی سیدی شروع می‌کنه و میگه من می‌خوام جینا رو بوس کنم. یه دفعه بدون هیچ حرفی میره جلو و شروع می‌کنه به لب گرفتن. جینا کرکوپرش می‌ریزه ولی میگه من دلم می‌خواد کوکائین بزنم. دیوید میگه چه خوب، منم یه خورده دارم، میره براش بیاره. تا زمان برگشتش هم پرویت شروع به صحبت می‌کنه، میگه من 7 سال پیش زنمو کشتم و به خاطرش رفتم زندان و خیلی عذاب کشیدم، ولی وقتی با این فرقه د اینویتیشن یا دعوتنامه آشنا شدم تونستم خودمو پیدا کنم. با شنیدن این حرفا و فهمیدن اینکه همشون با یه قاتل توی اتاقن، شکشون بیشتر شده و کلر از همه بیشتر ترسیده. کلر فکر میکنه که این آدمای جدید به همراه ایدن و دیوید میخوان بقیه رو به عنوان عضو این فرقه در بیارن و برای همینم هم میگه من میخوام برم خونه. دیوید میگه الان هیچ کس نمیتونه بره و ویل میگه اگه میخواد بره باید بذاری بره. پرویت هم دخالت میکنه و میگه اب نداره، منم میخوام برم ماشینمو جابجا کنم و کنارش میرم که یه موقع نترسه. با هم حرکت میکنن و ویل که به همه چی شک کرده اونا رو زیر نظر داره، ولی از یه جایی پشت دیوار میرن و دیگه نمیتونه ببینتشون. سکانس بعدی همه دور میز نشستن و دارن شام میخورن. ویل دوباره خاطره ای از پسرشون تا یادش میاد که توی مهمونی هم فکر میکنیم تولده و یه رفعه یه اتفاق میفته که ویل با عصبانیت داد میزنه ولی نمیفهمیم چی شده. برمیگردیم به زمان حال، ویل داره توی خونه قدم میزنه و متوجه میشه که سیدی توی دستشویی داره یه سری رفتارای عجیب در میاره، اما حرفی نمیزنه و میره سمت بیرون خونه و کنار استخر میشینه. سیدی متوجه میشه که ویل دیدتش و میره دنبالش و کنار استخر سعی میکنه یه جوری اونو اغوا کنه تا با هم رابطه داشته باشن. ویل دستشو پس میزنه و اونم با عصبانیت میره داخل. حالا ویل گوشی خودشو برمی‌داره و وقتی یه ذره آنتن میاد یه رفعه یه پیام صوتی براش ارسال میشه. این پیام از کیه؟ چوی، دوست پسر جینا که گفتش هنوز نیومده. توی پیام چوی میگه که من خیلی وقت اینجام، پس چرا نمیرسید؟ ویل خیلی میترسه به خاطر اینکه اگه چوی قبل اینا رسیده پس الان کجاست، چه بلایی سرش اومده. با کلی شک و عصبانیت برمیگرده داخل که میبینه یکی که تولد برای دوستشون میگل میارن. اول سعی میکنه خودشو کنترل کنه اما نمیتونه و با عصبانیت داد میزنه چوی قبل ما رسیده، الان کجاست، چه بلایی سرش اومده. ایده میگه که تو دیوونه شدی، اصلا چوی اینجا نیومده و همه چیزو انکار میکنه. ولی ویل هی عصبانیتش بیشتر میشه و میگه اصلا این پرویت و سیدی کیان، چه غلطی میکنن، اینجا مهمونی ماست. در آخرم میگه که من مطمئنم همه این کارهای شما یه ربطی به اون فرقه ای که گفتید داره و میخواد یه کاری بکنید. در آخرم ادامه میده که همچین فرقه غیر ممکن عادی باشه. من وقتی که پسرم توی مهمونی تولدش مرد هیچ وقت نتونستم با عذاب وجدانم کنار بیام و هر روز دارم خودمو لعنت میکنم. ایدن الان چجوری آرومه؟ پس حتما یه کار خیلی وحشتناک انجام دادید. وسط همین دعوا یه رفیق چوی سر میرسه. آقا سالم سالم، اون میگه من از شما زودتر رسیدم، یه کاری برام پیش اومد رفتم انجامش بدم و بیام. حالا ویل که نگاه عجیب همه رو به خودش میبینه میفهمه واقعا خودش یه مشکلی داشته و همه شکاش الکی بود و یهو میزنه زیر گریه و از همه معذرت خواهی میکنه. بعدم میره بیرون و دوست دخترش متاسفانه کیرا میاد پیشش. ویل میگه که من واقعا نمیتونم خودمو به خاطر مرگ پسرم فراموش کنم، همه چیز انگار تقصیر من بوده. ولی کیرا میگه تقصیر تو نبود، یه چیزی بوده که تقدیر میخواسته. ویل هم بدون هیچ حرفی میره تو اتاق پسرشون تای و شروع میکنه به دیدن یادگاریایی که ازش مونده. یه رفعه بیرون از پنجره متوجه میشه دیوید یه دونه فانوس قرمز روشن میکنه و توی بالکن میگیره دستش. همونطوری هم به دوردست زل میزنه. ویل باز خیلی شک کرده ولی این دفعه هیچ حرفی نمیزنه و میره سراغ لپتاپ دیوید. همین که بازش میکنه میفهمه فیلمی که دیوید براشون پخش کرده بود قسمتی از یه ویدیو کامله. بقیه ویدیو رو پلی میکنه و میفهمه که دکتر جوزف میگه امشب وقتیه که باید همون کاری که بهتون گفته بودم انجام بدید چون بهترین وقتشه. ویل که آخرام نمیفهمه منظور این مرد چی بوده بدون هیچ حرفی برمیگرده بیرون که همه نشستن دور میز و میخوان با هم مشروب بخورن. دیوید برای هر کس یه لیوان شراب میاره و برمیگرده پیش ایدن و یه جوری که انگاری دارن با همدیگه به خاطر یه چیزی افتخار میکنن زل میزنن. ویل که حالا با دیدن اون ویدیو خیلی به همه چیز بیشتر شک کرده یه رفعه رد میده. همه لیوانا رو میشکونه اما جینا قبلتر از اون لیوانو برده سمت دهنش و داره شرابو مینوشه. با دیدن شکستن همه لیوانا یه رفعه سیدی هم خیلی عصبی میشه و میاد سمت ویل و شروع میکنه به کتک زدنش. بهش میگه تو همه چیزو خراب کردی، برنامه‌های منو گند زدی توشون. ویل هم عصبانی میشه و اونو هولش میده عقب و سرش میخوره زمین و بیهوش میشه. همه میدونن سمتشو با عصبانیت فکر میکنن که ویل گند زده به برنامه‌های مهمونیشون، ولی وقتی که برمیگردن میفهمن جینا سرش گذاشته رو میز و در حالی که انگاری مرده از دهنش داره کف میاد. همه خیلی بیشتر میدرسن و جیغ و داد میکنن در حالی که بن داره سعی میکنه به پلیس زنگ بزنه ولی تلفنش آنتنی نداره. دوست دیگه‌شون میگل سعی میکنه جینا رو نجات بده. یه دفعه دیوید از پشت میاد با اسلحه‌اش بهش شلیک میکنه.
ترس و وحشت واقعی بین همه میاد و همه دارن جیغ و داد میکنن و فرار میکنن. یه دفعه پروئیت میدوه سمت دیوید و بهش میگه آروم باش آروم باش این کارو نکن. بعدم به آروم میره سمت دیوید و اصلاً رو ازش میگیره. همه فکر میکنن تموم شده. یه دفعه برمیگرده و نشونه میگیره سمت چوی و اونم میکشه. یه دفعه سیدی با یه چاقو به دوست دیگه‌شون تامی حمله میکنه و با هم شروع به جنگ میکنن و اینجا فقط بن، ویل و کیرا هستن که میتونن در برن. اما هر جوری که میخوان فرار کنن نمیتونن چون همه درو قفل شده و اون لحظه دیدن که دیوید کلیدو گذاشته بود تو در، حالا برش داشته و قایمش کرده. همه دارن فرار میکنن و یه دفعه سیدی موفق میشه ویلو بگیره. ویل هم هیچ راهی نداره جز اینکه هر جوری شده بگوشلش و در آخرم سلاح آهنی که دستش بود رو برمی‌داره و با کیرا قایم میشه. یکی از پنجره اتاق دوستش پروئیت رو میبینه که اسلحه رو روی بن گرفته و همونجا میکشتش. اونا صدای گریه زنی رو میشنون و به آرومی نزدیکش میشن که میفهمن ایدنه. همسرش دیوید هم میدور سمتش. ایدن بهش میگه چرا این اتفاقا دارن میافتن؟ باید اونا توی آرامش سر میز شام به آرومی دنیا رو ترک میکردن. دیوید بهش میگه خودتو آروم کن. باید این دو نفر دیگه‌ای که موندن هم بکشیم تا مراسمی که شروع کردیم و موفقیت تمومش بکنیم. فقط اینطوری میتونیم در آرامش دنیا رو ترک بکنیم. حالا ویل و کیرا فهمیدن واقعا چه آدمای روانی از این دو نفر ساخته شده و فقط باید از اینجا فرار کنن. ویل سری میگه که توی طبقه دوم یه در بود که ازش میتونستیم بریم توی گاراژ. سری هر جوری شده یواشکی میرن بالا ولی دیگه دری اونجا نیست و میفهمن خرابش کردن. وقتی میخوان برگردن پروئیت از پشت حمله میکنه. ویل و پروئیت با هم دعوا میکنن و همون میزنن که این وسط یه دفعه کیرا سر میرسه و با همون سلاحی که از سیدی دزدیده بود شروع میکنه به کتک زدن پروئیت. انقدر میزنتش تا میکشتش. سری دو تایی از اتاق میرن بیرون و دو قسمت دیگه خونه با ایدن روبرو میشن. ایدنی که حالا یه اسلحه دستش رو بدونه هیچ رحمی به شونه همسر سابقش شلیک میکنه. ولی انگار یه دفعه پشیمون میشه و اسلحه رو میره سمت شکم خودش و یه تیر به خودش میزنه. کیرا میدوه سمتش تا یه جوری زنده نگهش داره که یه دفعه دیوید هم سر میرسه. حالا ویل و دیوید هستن که با هم وارد دعوا میشن و وسط کشمکش از راپلا میافتن پایین و در آخر ویل موفق میشه با چاقویی که داشتش اونم بکشه. برمیگردیم پیش ایدن و کیرا. ویل هم خودش به اونا میرسونه و همین لحظه است که ایدن به خاطر خونریزی داره میمیره. قبل از مرگ به همسر سابقش نگاه میکنه و میگه من هیچ وقت نتونستم غم پسرمون رو فراموش کنم با اینکه فکر میکردم این راه درستشه، ولی هنوزم همون حسو دارم و الان دارم با غم میمیرم. ویل و کیرا با ناراحتی از تراژدی که گذروندن میرن بیرون خونه که میفهمن دوستشون تامی هم هنوز زنده مونده و یکم خوشحال میشن. حالا فکر میکنن همه چیز تموم شده و میخوان برن که یه دفعه همون فانوس قرمزی که دیوید روشن کرده بود رو در خونه همسایه میبینن. بیشتر نگاه میکنن و میفهمن سر تا سر شهر پر این رنگ قرمز و یعنی این فرقه فقط همین چند نفر رو شتوش به ذهنی نداده بود. و وقتی هم که صدای جیغ از خونه های همسایه میشنون میفهمن که همه اتفاقا داره برای همشون میفته و این قضیه هنوز تموم نشده. با صدای جیغ توی شهر فیلم به پایان میرسه. آقا قرمز شد ولنتاینتون، اینم کادوی من به شما. یکم ما فیلمو بررسی کنیم. از اول تا آخرای فیلم ما ویلو داشتیم که شخصیت اصلیمون بود. کسی که وقتی دیدیمش چون شخصیت اصلی بود بهش اطمینان کردیم. یعنی گفتیم که هر چیزی بگه درسته. اگه شک میکنه درسته. یه اتفاقای ریزی میافتاد مثل لحظه ظاهر شدن چوی یا لحظه‌ای که یه رفیق دعوا کرد رفت تو آشپزخونه. می‌دیدیم چه آدم زودرنج و عصبیه. این چیزا رو می‌دیدیم به خودمون گفتیم که این آدم به خاطر اتفاقی توی زندگیش افتاده، به خاطر غم از دست دادن بچه‌ش، یه سری استراب و شک و تردید داره. یه آدم پارانویدی شده. کسی که نمیشه بهش اطمینان کرد به خاطر اینکه ممکنه هر کاری انجام بده و به هر کسی تهمت الکی بزنه. همین اتفاقا افتاد، ما رو به جایی رسون که ویل سیدی و هول داد رو زمین. گفتیم که وای، این شک و تردیدهای طرف یه کاری کرد که حتی آدم بکشه. یعنی اصلا کلا موضوع فیلم نظرمون این بود. اما لحظه‌ای که همه برگشتن دیدن جینا سرش روی میز و بیهوش شده و داره میمیره، اون لحظه‌ای بود که کلا نظر هممون دوباره تغییر کرد. این لحظه کارگردان به ما نشون داد طرز فکر آدما فقط به چند ثانیه وصله. توی 3 ثانیه میتونه کلا طرز فکر رو تغییر بده و باعث به یه نفر دیگه اطمینان بکنه. خیلی جالب بود. قسمت دیگه فیلم که داستان اصلی اصلا بود، یعنی موضوع اصلی و درسش بود، این بود که غم از دست دادن کسی که دوستش دارید، مثلا دور از جون بچه‌تون، میتونه شما رو توی چه حال و توی چه تنگنایی قرار بده. ممکنه به خاطر چه کارهایی انجام بدید. چرا ولی این کار رو میکنید؟ به خاطر اینکه یه غمی بوده که هیچ‌وقت حل نشده برات. یعنی فکر کن شما یه بچه‌ای داری که بزرگش کردی، بچه خیلی حالش خوبه، توی روز تولدش که خیلی براش عزیزه و خوشحاله، یه دفعه همه چی تموم بشه. بدون اینکه بتونی یه خدافظی بکنی، بدون اینکه بفهمی چرا، اصلا بدون اینکه بدونی چی شد. این فقط برات حل نمیشه، تا ابد توی دلت میمونه، چون نمیتونی اون کلوجر رو داشته باشی، نمیتونی صحبت بکنی برای آخرین بار با بچه‌ای که زندگیت بوده، بهش بگی که چقدر دوستش داشتی، هیچ وقت نرفو بهش نزدی. از اون طرفم دیگه هیچ وقت نمیتونی توی زندگیت هیچ چیزی رو درست پیش ببری، چون همش فکر میکنی که ممکنه یه دفعه مثل اون قضیه تموم بشه. کارگردان داره نشون میده که اگه توی حالت اینطوری قرار بگیری، ممکنه توی شرایطی باشی که حتی برای حل کردنش حاضر بشی جزو همچین فرقه‌ای بشی، آدم بکشی و یه جنایت خیلی بزرگ بکنی.
بکنی. برای حل کردنش لازم نیست که به هر کاری تن بدی. یکی مثل ویل میاد اون غمو قبول میکنه، میگه حالم خوب نیست، میگه من نمیتونم با عذاب وجدانم کنار بیام، من حالم خوب نمیشه، یکی اینو میگه. یکی هم مثل ایدن برای حلش میره جزو یه گروهی مثل اینویتیشن میشه. خیلی دردناکه این و واقعا هم حقیقت همینه. شما به زندگی خودت فکر کن، ببین که چند بار اتفاق افتاده که یه چیز خیلی کوچیک یا یه چیزی که حالا بزرگ مثل از دست دادن بچه هر کدومش توی زندگیت بوده که برات حل نشده، و ببین برای حل کردنش چقدر کار اشتباه انجام دادی. این خیلی مهمه که تو بتونی با خودت کنار بیای، بتونی اون قمر رو بپذیری، بدونی جزوی از وجودته. یعنی ویل قبول کرده بود که ببین من بچه دیگه ندارم، من حالم خوب نیست، اینطوری ادامه باید بدم، و ادامه داد. یکی هم مثل ایدن اون کار رو انجام داد. تو باید انتخاب بکنی که جزوی کدومش میشی، که امیدوارم هیچ وقت اتفاق دردناک اینطوری برای هیچ کدومتون نیفته و اصلا نخواد تجربهش بکنید که همچین شرایطی رو بگذرونید. خلاصه که دیگه ببخشید سرتون رو در آوردم، خواستم فیلمو قشنگ فهمیده باشید، چون بعضی فیلما هستن مثل این اگه درست درکش نکنید نمیفهمید چجوریه. یه سکانس آخرش هم بگم، اونجایی که دیدید همه آدما توی شهر داره اتفاق براشون میفته، همین بود که، یعنی همین طرفی که من زدم، همه آدما ممکنه یه روز این دوره بگذرن و اگه همه بخوان اون انتخاب بدر رو بکنن تو کل شهر آشوب میشه و ممکنه همه رو نابود بکنن، چون همه دنبال اینن که یه جوری یا حتی دنبال یه مقصر بگردن یا یه کاری بکنن برای اینکه بدونن حالشون خوب میشه. خیلی دردناکه این و فجیعه واقعا اگه یه روز همه آدم بخوان این کار رو انجام بدن. امیدوارم حالتون خوب باشه، ولنتاینتون مبارک باشه. آقا لایک و ساب یادتون نره. روزتونم گلسی.